پیام ویدیویی نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو و صحبتایی که با مردم ایران به صورت مستقیم و اختصاصی انجام داد و اونها رو به آشوب خیابونی دعوت کرد و گفتش که ملت اسرائیل حمایت همه جانبش رو از اونها انجام میده. با ما همراه باشید، این ویدیو و صحبتاش رو میشنویم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه 22 آبان ماه در پیام ویدیویی خطاب به مردم ایران از اونها خواست امیدشون رو از دست ندهند و گفتش که رژیم خامنه‌ای تنها از یک چیز بیشتر از اسرائیل میترسه و اون هم مردم ایرانه. نخست وزیر اسرائیل در دومین پیام ویدیویی و مستقیم خود به مردم ایران با اعلام اینکه جمهوری اسلامی 2,300,000,000 دلار از سرمایه‌های ملی ایران رو برای حمله موشکی اخیرش به اسرائیل هزینه کرده، از مردم ایران خواست که نگذارن که حکومت رویاهاشون رو به این سادگی نابود بکنه. نتانیاهو در این پیام ویدیویی که شب سه‌شنبه 22 آبان ماه منتشر کرد، گفتش چند هفته پیش من مستقیما مردم ایران رو خطاب قرار دادم. ده‌ها میلیون نفر در سراسر جهان و در خود ایران اون ویدیو رو تماشا کردن. بعد از تماشای اون بسیاری از ایرانیان با اسرائیل تماس گرفتن و درخواست کمک داشتن. بنابراین امروز میخوام دوباره مردم ایران رو خطاب قرار بدم. نتانیاهو اضافه کرد از آخرین باری که صحبت کردیم رژیم خامنه ای صدها موشک بالستیک به سمت کشور من شلیک کرده. در این فکر هستم که آیا او به شما گفته است که این حمله چقدر هزینه داشته؟ خب من به شما میگم این حمله 2,300,000,000 دلار هزینه داشته است. نتانیاهو در پیامش به ایرانیا تاکید کرد که این پولی که خرج حمله شده سرمایه گرانبهای شما بوده که در حملاتی بیهوده به صورت کامل هدر رفت. 2,300,000,000 دلار هزینه کردند. ولی خب خسارتی به اسرائیل وارد نشد و خسارتها خیلی ناچیز بود. اما خسارت اون برای شما و آیندهتون چی بود؟ نتانیاهو اضافه کرد این مبلغ میتونست میلیاردها دلار به بودجه حمل و نقل شما اضافه کنه. این مبلغ میتونست میلیاردها دلار به بودجه نظام آموزشی ایران کمک بکنه. در عوض خامنه ای و رهبران جمهوری اسلامی وحشیگری رژیم رو برملا کردن و جهان رو علیه کشور شما واداشتن. اون پولی که قرار بود مال شما باشه به صورت کامل غارت رفت. نخست وزیر اسرائیل همچنین در این پیام خطاب به مردم ایران گفت میخوام تصور کنید، فقط تصور کنید اگه ایران آزاد بود چگونه زندگیتان متفاوت بود. میتونستید بدون ترس نظر خود رو بیان بکنید. شما میتونستید یه جوک یا لطیفه رو بگید بدون اینکه فکر کنید آیا به خاطر گفتن این جوک شما رو به زندان اوین میبرند یا خیر. او اضافه کرد چشمان خود رو ببندید و چهره فرزندان خود رو تصور کنید. روح‌های زیبا و پاک به توانایی‌های بی‌نهایتی که می‌تونستند داشته باشند فکر بکنید. تمام زندگی آنها در پیش رویشان هست. تصور کنید اگر به جای جنگ‌های غیر ضروری که نمی‌توانند برنده آنها بشن، میلیاردها دلار روی فرزندان شما سرمایه‌گذاری می‌کردند، زندگی آنها چگونه خواهد؟ آموزش و تربیت آنها در سطح جهانی خواهد بود. نتانیاهو در این پیام همچنین اشاره کرد که شما میتونستید جاده‌های زیبا، بیمارستان‌های پیشرفته و آب پاک داشته باشید. اسرائیل پیشرفته‌ترین سیستم‌های نمک‌زدایی آب در جهان رو در اختیار داره. ما خوشحال می‌شدیم که به بازسازی زیرساخت‌های آب در حال فروپاشی ایران کمک بکنیم و آب پاکیزه و خوب رو به شما هدیه بدیم. این و خیلی چیزهای دیگه میتونست برای شما باشه، اما چیزی که هست رژیم خامنه ای امکان آن رو هر روز از شما سلب میکنه. آنها به جای آباد کردن ایران وسواس به نابودی اسرائیل دارن که چه حیف. او با هشدار درباره این که حمله دیگری به اسرائیل برای اقتصاد ایران بسیار زیان‌آور خواهد بود گفت علی خامنه ای میلیاردها دلار دیگر رو از شما مردم ایران قارت خواهد کرد. من میدانم که بسیاری از شما این جنگ رو نمیخواهید. من هم این جنگ رو نمیخواهم. مردم اسرائیل این جنگ رو نمیخواهند. یک نیرو وجود دارد که خانواده شما رو در خطر بزرگی قرار میده. دیکتاتورهای تهران. نتانیاهو اضافه کرد
اما یه خبر خوب نیز وجود دارد. این رژیم هر روز ضعیف‌تر میشه. اسرائیل هر روز قوی‌تر. جهان فقط گوشه‌ای کوچک از قدرت ما رو دیده. با این حال یک چیز است که رژیم خامنه‌ای رو بیشتر از اسرائیل میترسانه. آیا میدونید اون چیز چیه؟ بله، اون چیز شما هستید. شما مردم ایران. نتانیاهو همچنین گفت به همین دلیل است که اونها پول و زمان زیادی رو صرف تلاش برای از بین بردن امیدهای شما و مهار رویاهای شما میکنن. خوب این رو به شما میگویم که نگذارید رویاهای شما بمیرد. زمزمه‌های آن را میشنوم. زن، زندگی، آزادی. نخست وزیر اسرائیل خطاب به مردم ایران گفت امیدتون را از دست ندهید و بدونید که اسرائیل و دیگران در جهان آزاد در کنار شما هستند. رژیم جمهوری اسلامی میخواهد آینده شما رو در تلاش برای ویران کردن اسرائیل نابود بکنند. ما اجازه نمیدهیم این اتفاق بیفته. شک ندارم که در ایران آزاد روزی فرا میرسد که اسرائیلی ها و ایرانی ها آینده سرشار از رفاه و صلح رو بسازند. این آینده است که اسرائیل سزاوار آن است. این آینده است که ایران شایسته آن است. بیایید با هم رویاهای زیبا رو به واقعیت تبدیل بکنیم. نتانیاهو یک بار دیگه هم قبلاً حدوداً 2 ماه پیش بودش که به همین شکل پیام ویدیویی رو برای مردم ایران منتشر کرد و صحبت‌های رو در رو و اختصاصی رو با مردم ایران داشت. اون ویدیو هم صحبت‌های مشابه همین ویدیو انجام داده بود و درباره حکومت جمهوری اسلامی و خیانتی که به مردم انجام میشه صحبت‌هایی رو مطرح کرده بود و از مردم ایران خواسته بود که بلند شن و علیه حکومت دست به اختشاش و آشوب بزنن. نظر شما چیه دوستان؟ به نظرتون صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل چقدر میتونه درست باشه؟ اون دلایل و این آمارها و ارقامی که داره مطرح میکنه چقدر میتونه واقعیت داشته باشه؟ به نظرتون کلن این صحبتهای نخست وزیر اسرائیل از روی ضعف اسرائیل هستش یا از روی قدرتش؟ به نظرتون این صحبتهایی که در مورد این که ما جنگ رو نمیخواییم و دوست نداریم به ایران یا جای دیگه حمله بکنیم چقدر میتونه با واقعیت نزدیک باشه؟ اونم در شرایطی که خود اسرائیل علاوه بر ایران به نقاط دیگه مثل یمن و سوریه و لبنان و فلسطین هم حملات زیادی توی یک سال اخیر داشته و فقط ایران نبوده که یه سر جنگ بوده. نظرتون رو برام تو بخش کامنت ها بنویسید. بهمون بگید که چقدر با صحبت های نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل موافق هستید. ممنون از همراهیتون با این ویدیو. یک دنیا هم سپاس برای لایک اون و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.